أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. چهره در هم کشید و روی برتافت از اینکه نابینایی به سراغ او آمده بود. چه می‌دانی؟ شاید او پاکی و تقوا پیشه کند یا متذکر گردد و این تذکر به حال او مفید باشد، اما آن کس که توانگر است به او روی می آوری، حالی که اگر او خود را پاک نسازد چیزی بر تو نیست. با کسی که به سراغ تو می آید و کوشش می کند خدا ترسان است، از او غافل می شوی. هرگز چنین نیست که آنها می پندارند. این قرآن تذکر و یادآوری است. هر کس بخواهد از آن پند می گیرد. الواح پر ارزشی ثبت است، واهی والا قدر و پاکیزه، دست سفیرانی است، والا مقام و فرمان بردار و نیکوکار. مرگ بر این انسان چقدر کافر و ناسپاس است. خداوند او را از چه چیز آفریده است؟ با از نطفه ناچیزی آفرید، سپس اندازه گیری کرد و موزون ساخت، پس راه را برای او آسان کرد، بعد او را میراند و در قبر پنهان نمود، پس هرگاه بخواهد او را زنده می کند. این نیست که او می پندارد. او هنوز آنچه را خدا فرمان داده اطاعت نکرده است. انسان باید به قضای خیش و آفرینش آن بنگرد. آب فراوان از آسمان فرو ریختیم، پس زمین را از هم شکافتیم، انگور و سبزی بسیار، زیتون و نخل فراوان، باغهای پردرخت، میوه و چراگاه، وسیله ای برای بهره‌گیری شما و چهار پایانتان باشد. هنگامی که آن صدای مهیب صیحه رستاخیز بیاید، کافران در اندوه عمیقی فرو می روند. در روز که انسان از برادر خود می گریزد، از مادر و پدرش، زن و فرزندانش، در روز هر کدام از آنها وضعی دارد که او را کاملا به خود مشغول می سازد. رهایی در آن روز گشاده و نورانی است، خندان و مسرور است. صورتهایی در آن روز غبارآلود است، دود تاریکی آنها را پوشانده است. آن همان کافران فاجرند.